سلام به یه قسمت کوتاه خوش اومدید. چند وقت قبل راجع به رژیم کیتوژنیک صحبت کردم و اونجا خیلی سوالاتی مطرح شد راجع به اینکه چه مغزهایی برای رژیم کیتوژنیک مناسب هستند یا در کل چه مغزهایی کربوهیدرات کمی دارند و میشه گفت سالم تر هستند. به این قسمت میخوام بریم سراغ مغزهای مختلف ببینیم که کدومش رو میتونیم استفاده بکنیم، کدوم بهتره، کدوم خیلی خوبه، کدوم خیلی بده. این لیست تقریبا تمام مخش معروف هست حالا قطعا بازم هستن چیزهای دیگه ای ولی خب راجع به این جدول توضیح بدم که چی هست و چطوری کار میکنی این سمت چپ کارب کل یا کل کربوهیدرات محصول رو میتونید ببینید بر اساس گرم در 100 گرم بعدش فیبر رو داریم بعدش کارب فیبر یه جورایی یه بخشی از کربوهیدرات کل هم یه جورایی فیبر میشه کربوهیدرات خوب کربویدراتی که مناسبه خوبه کربویدرات خالص رو داریم که در اصل کارب کل منهای فیبر هست میشه این کربویدرات خالص کربویدرات خالص در اصل چیزیه که خیلی خوب نیست ما تا جای ممکن باید بریم سراغ موادی که کربویدرات خالص کمتری دارند. و ستون آخر هم که چربی هست توی رژیم کتوجینی کم خب هرچی چربتر بهتر بر اساس این اعداد یعنی هرچه کربوهیدرات خالص کمتر و چربتر میایم حالا انتخاب میکنیم که کدوم مغز ها بهترن خب یه چیزی مثل گردوی آمریکایی مغز برزیلی و مکادمیا اینا از همه بهترن یعنی مثلا ایدئال ترین مغز هایی هستن که شما میتونید استفاده بکنید بعدش که بیایم پایین تر البته یه نکته اینجا بگم راجع به سلنیوم و اون مغز برزیلی هست اگر که مشکل هاشیموتو دارید کمکاری تیروید مدل هاشیموتو یا در کل مشکلات خودیمنی دارید مغز برزیلی براتون فوقالعاده است چرا که سلنیوم خیلی خوبی داره اما زیادی هم مصرف نکنید نهایت روزی سه تا خیلی درشته، بیشترش رو نمیتونید جذب بکنید از یه حدی هم بیشتر رد بشه دیگه ضررش بیشتر از سودش میشه این ستاره که رد بکنید میرسیم به گردو فندق بادم زمینی و آجیل کاج یا چلخوز که حالا من فکر میکنم چلخوز فوشه تازه فهمیدم که نه این همون آجیل کاجه اینا عالی نیستن اما خوب هستن چرا که باز کربوهیدرات خالص کمی دارن و چرب هم هستن اینا رو که رد بکنیم میرسیم به بالوم درختی و پسته این رو تا دیگه اوکی هستن باید در مقدار کم مصرف بشن از یه بیشتر مصرف بشن این کربوهیدرات خالص زیادیشون کار دستتون میده و شما رو از اون باز کیتو در میاره حالا اگر دنبال رژیم کیتو نیستید دنبال یه رژیم کم کربوهیدرات هستین این هم بازم هم اوکیه این دوتا هم, دو هم میتونید استفاده بکنید اما بعدیش که بادوم هندی بشه این دیگه نه خیلی جالب نیست به خاطر حجم بالای کربوهیدرات خالصی که داره و اصلا چرب نیست یعنی که کلا این توی رژیم کیتوژنیک خیلی جای خاصی نداره و اگر رژیم کم کربوهیدرات دارید پیش میبرید خب اینم استفاده نکنید بهتر یه نکته هم راجع به بالوم هندی بگم چند پیش کلیپ دیدم خیلی جالب بود و اون اینکه بالوم هندی رو مدل تقلبیش هم هست که توی نمیدونم هند یا پاکستان بود یه جایی که میان با آرد درست میکنن یعنی با آرد خمیر درست میکنن بعد قالب های اندازه بادم هندی در میارن از توی این خمیر سرخش میکنن دفتش میدن و در آخر به عنوان بادم هندی میفروشن که اصلا نیست از یه چیز دیگه است از آرد میاد مغز به حساب نمیاد اگر از اونا رو بگیرید که دیگه واقعا افتضاحه دو تا کررم آوردم کره بادم درختی و بادم زمینی که بادم درختی خوبه بادم زمینی زیادیش کار دستتون میده توی رژیم کیتوژنیک به خاطر اینکه کربوهیدراتش زیاده حالا شاید اینو ببینید براتون جالب بشه که بادم زمینی کربوهیدرات خالص کمی داره ولی وقت کرش یه دفعه خیلی زیاد میشه از اون طرف بادام درختی کربوهیدرات خالص زیادی داره بعد کرش کم میشه چرا اینطوریه واقعا نمیدونم واقعا جوابی براش پیدا نکردم شما اگر میدونید حتما کامنت بزنید برای خودم خیلی جالبه یه نکته راجب به این دوتا بگم اگر که از محصولات صنعتی بخرید خیلی وقتا میان موادی رو اضافه میکنن بهش شیرین کننده اضافه میکنن حالا حتی اگر روش بنویسن added یعنی شکری اضافه نشده این معنیش این نیست که شکری با عنوان مصنوعی اضافه نشده یعنی قند با قند مصنوعی رو این را توی جدا به حساب میارن یعنی میتونن قند مصنوعی هم بهش بزنن این یه مسئله است یه مسئله دیگه مثلا میان از روغن های صنعتی استفاده میکنن برای اینکه لعاب بیشتری بهش بدن روغن روش شما ببینید کیف بکنید که اونم باز ناسالمه توی جزیاتش باید نگاه بکنید که مثلا یه چیزی مثل روغن ذرت سویا اینا توش استفاده شده یا نه ایدال ترین حالت اما یه سری مغازه هستن که پرس سرد دارن شما میدید میگی مثلا من یک کیلو بادم زمینی میخوام بادم زمینیش اونجا انتخاب میکنید میبرید تو دستگاه میریزید و کرش رو میگیرید به همین راحتی تو این حالت میبینید که روغن چندانی روش جمع نمیشه مثلا یه وجب روغن جمع بشه چرا که خب چیزی اضافه بهش نشده دیگه خیالتون راحته این همین بادم زمینیه که الان خریدم روغن اضافه هم نداره این یه نکته داره و اون این که اگر مثلا رفتید و یه دفعه مثلا 5 کیلو کره کردین کره کردین منظور مثلا مغز رو تبدیل به کرش کردین ممکنه خیلی زود خراب بشه اینه که این کار رو نکنید و کم کم بگیرید مثلا بس کوچیک کوچیک بگیرید که یه وقت کپک نزنه به سری این مدل مغازه رو من خودم خیلی دوست دارم توی تهران زیاده حالا اینجا ندیدم هر موقع خودم میرم ایران میگیرم یه چند تا بسته کوچیک کوچیک میگیرم این هم اضافه بکنم که این سبکی که من الان اینجا براتون لیست کردم اعدادی که براتون در وردم رو شما میتونید توی مقایسه هر نوع کربوهیدراتی انجام بدید مثلا فرض کنید که شما میخواید برنج سفید رو حذف بکنید به جاش مثلا یه چیز دیگه یه کربوهیدرات دیگه بیارید یا مثلا بین بلغور و کوسکوس موندین که کدوم خوبه همه رو اینجوری مقایسه بکنید کربوهیدرات کلش رو در بیارید کربو... فیبرش رو در بیارید کم بکنید ببینید کربوهیدرات خالصش چقدره بر اساس کربوهیدرات خالص بیاید تصمیم بگیرید که حالا کوسکوس بهتره یا مثلا بلغور یا هر چی با اون یکی اینجوری با هم دیگه مقایسه بکنید و اونی رو انتخاب بکنید که حالا هم در دسترستون هست میتونید همیشه مصرف کنید هم کربوهیدرات خالص کمتری داره این مسئله برای افرادی که مشکل دیابت دارن مقاومت به انسولین و میخوان قند رو کنترل بکنن فوق العاده مهمه شما باید از این کربوهیدرات خالص بترسید نه از کربوهیدرات کل در بیارید کربوهیدرات خالص اون چیزی که دارید میخورید چقدره و بعد اگر زیاد بود خب اون یا حذفش بکنید یا کم مصرف بکنید جایگزینش بکنید یک یه کاری بالاخره باهاش بکنید آره این فوق العاده چیز مفیدی میشه برای رژیم کم کربوهیدرات در کل دیگه همین امیدوارم که از این قسمت کوتاه خوشتون اومده باشه اگر که براتون مفید بود با لایک و کامنت و به اشتراک گذاری این ویدیوها شما میتونید خیلی کمک بزرگی به من بکنید دمتون گرم در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد